دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. در خبرها بود که دولت کانادا سفر تمام مقامات جمهوری اسلامی به کانادا رو ممنوع اعلام کرد. این دستاورد بزرگی است برای کسانی که تو این مدت در خارج از کشور فعالیت داشتن، مخصوصا ایرانیان مقیم کانادا که بسیار فعال بودند و راهپیمایی های چند هزار نفره برگزار کردند. اگر ایرانی های مقیم سایر کشورها هم بتوانند همچین قراری را از طرف دولت خودشون تصویب بکنند، دولت جمهوری اسلامی در فشار بی سابقه قرار خواهد گرفت، چرا که دولت جمهوری اسلامی به هر حال نیاز به روابط خارجی داره برای اینکه بتونه اقتصاد به هم ریخته خودش رو کمی سر و سامان بده. حرکت اعتراضی شما در داخل ایران باعث شده که افکار عمومی جهان و همچنین سیاستمدارای دنیا نسبت به وضعیت ایران واکنش نشون بدن. وزارت خارجه یا دولت آلمان هم اعلام کرد که حقوق بشر یک موضوع جهانی است و فشار رو بر دولت ایران تنگتر کرد. مبارزات ایرانیان مقیم خارج از کشور دستاوردهای مهمی داشته تا حالا، ولی مشکل اساسی در این است که ایرانی های مقیم خارج از کشور فعلا نتوانستند آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی درست بکنند که بشه بهش رجوع کرد. من فکر میکنم که ضرورترین کاری که باید الان در خارج از کشور صورت بگیره ایجاد یک شورای رهبری یا یک پارلمان در تبعید یا یک دولت در تبعید هست، حالا هر نامی میتوانید براش بگذارید. من تا اونجایی که شخص خودم برام امکان پذیر باشه پیامم رو به سیاسیون میرسونم، ولی عمل اساسی یک طرفه یک نفره امکان پذیر نیست و نیروهای مردمی که در خارج از کشور با نامهای مختلف با سازماندهی‌های مختلف مشغول فعالیت هستند باید در یک جا جمع بشن. امیدوارم که صدای من به گوش بیشتر اینها برسه و بتوانند در جایی ثبت بشن و در جایی جمع بشن. مهم نیست که زیر چه نامی و در کجا، ولی مهم این است که خواستهای اکثریتی مردم ایران رو پوشش بدن و مهم این است که بتوانند جوابگوی نیازهای حداقلی مردم ایران باشن. باید در هر حالتی گروه های مختلف رو در خود جا بدن و کثرت‌گرا باشن و نباید مطمئنن فقط شامل یکی از اقوام یا یک گروه فکری باشد. این یه مقدار کار مشکلی هست، ولی نیاز به زمان دارد و نیاز به انرژی فراوان. امیدوارم که راهنمایی بکنید، امیدوارم که کمک بکنید که صدامون برسه به کسانی که در جاهای مختلف دنیا قرار دارن و بتوانیم اینها رو پشت یک سازماندهی، پشت یک هدف مشخص جمع بکنیم. از زحمات بی پایان بیشتر این دوستان سپاسگزارم. واقعا زحمت میکشن، در خبررسانی زحمت میکشن، در راهپیمایی ها زحمت میکشن، وقت میگذارن، ولی واقعیت این است که باید یواش یواش پشت یک پرچم، پشت یک ایده جمعی جمع بشیم. صحبت از پرچم شد و یکی از مشکلاتی که در راهپیمایی ها بود به کار بردن پرچم های مختلف بود. باید اجازه داد که هر گروه فکری با پرچم خودش، با لوگوی خودش در راهپیمایی ها شرکت بکنه و راهپیمایی ها رو از آن خود بداند. اگر قرار باشد کسی رو طرد بکنید یا کسی رو ممنوع بکنید، به کار بردن لوگوی یا به کار بردن پرچمی رو ممنوع بکنید، این باعث ریزش نیروها میشه، باعث انشقاق نیروها میشه و این برای انقلاب مردمی ایران خطر بزرگی هست. امیدوارم که سیاسیونی که مشغول سازماندهی راهپیمایی ها هستند این نکات ریز رو در نظر بگیرن.
امیدوارم که شما هم کمک بکنید که صدای من به مردم برسه و به سیاسیون برسه. اگر براتون امکان پذیر هست در سوسیال مدیا صحبت های من رو پخش بکنید. اگر براتون امکان پذیر هست به من کمک بکنید که صدام به دیگران برسه. و اگر براتون امکان پذیر هست در قسمت کامنت ها مشخصات کسانی رو که ممکن هست با تماس گرفتن با آنها بتوان این شورای رهبری یا این پارلمان در تبعید رو درست کرد به من کمک بکنید که مشخصاتشون رو بتونم به دست بیارم. ممنون و سپاسگزار میشم از همه شما که همراهی کردید و همراهی میکنید در آینده. به امید دیدار شما در ایرانی سربرز و ایرانی مستقل و دموکرات.